درود، در این برنامه مهیج چه ها خواهید دید؟ میگن این داستان عشقی تو این شهر اتفاق افتاده، شیخ صنعان. ولی در اول برنامه این شما و این چهار مضرابی با پیانو و تار، خانم شادی از ایران و لوون توانیان از ارمنستان برای ما مینوازن. سپاس خانم شادی، خیلی خوش اومدین. همینطور لوون توانیان، واقعا هم تواناست و پنجره های توانمندی از ارمنستان با ماشین اومدن پیش ما باشن. خیلی ممنون ازش. شما هم که الان آشنا میخواییم بشیم. خواهشون کنم، در خدمت هستم. این قطعه که شنیدی خب چهار مضراب جالب با پیانو. بله قشنگ بود. چهار مضراب کار کی بود؟ کار خودم بود. شما مدتی از ایران اومدین بیرون و ارمنستان هستین اصولا؟ حدود یک ساله که بله ارمنستان زندگی میکنم. بلکه مهد میوزیک. آره مهد میوزیک تو بگم. واقعا یعنی اصلا یکی از صادرات ارمنستان نوازندگان ارمنی در دوروبر دنیاست. بله. موسیقی پاپ ما رو در خارج از کشور لس آنجلس بسیار تاثیرگذار گذاشت. بله خیلی قویان، موسیقیان خیلی بااستعدادی دارن. و شما به نکته خوبی اشاره کردین، فرمودین که تاثیرگذار روی موسیقی پاپ و در واقع موسیقی روز ما روز... هست. آره ولی خب من رفتم خواستم که یکم اینو وارد موسیقی سنتی بکنم. بله و ما کارهای خیلی زیادی من اونجا انجام دادم، به خصوص با آقای توانیان، و اومدم موسیقی سنتی ایران و با موسیقی سنتی ارمنستان، البته بعد اینکه خیلی تحقیق کردم راجع به موسیقی اونا خیلی آره با همینا رو سعی کردم که میکس کردم و اجرای خیلی خوبی داشتیم و به خصوص با لوون توانیان به خاطر اینکه ایشون از نوازنده‌های خیلی توانای اونجا هست. شما تو این یک سالی که در ارمنستان بودی بعضی کل عمرم بیشتر از اون فعالیت کردم چون توی که محدود بودم. درسته بله. بدون شک محدودیت هست برای خانم تو ایران، ولی شما ویدیوهای مختلفی هم اونجا ضبط کردید، تو در تلویزیون ارمنستان پخش کردید. شاید
ارمنستان به تار نیاز داشت و شما بهش اضافه کردید. خوش البته تار دارن، درسته میگم؟ تار ارمنی متفاوته و به خصوص اینکه آقایون تار میزنن تو ارمنستان. خیلی جالب است، هر وقت من میگم تار میزنن میگن خودت میزنی، اصلا نوازنده تار خانم ندارن. خب صحبت کردیم با شما، یادی هم بکنه از بانوان موسیقی ایرانی بله. که بازخونی و اجرای جدیدی دارید از یکی از آهنگای خانم مرضی اجرا کرده بودن. چرا این آهنگ؟ بله این آهنگ رو همیشه خیلی دوست داشتم و البته این اجرایی که اینجا داریم خب با پیانوه، ولی من اینو ضبط استودیوش هم هستش با یه تنظیم متفاوت و به خصوص با ساز دودوک، خیلی هم قشنگ و دلنشین شده. خب خیلی حالا این اجرا رو بشنویم با هم دیگه و ایشون هم برای ما همراهی میکنن، آقای لوون تبانیان و خانم شادی. خواهش میکنم. برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنی که در شهر تفلیس داره ضبط شده، در گرجستان. قسمت‌های مختلفی داره، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و حتی موسیقی. ولی شما رو بعداً می‌بینیم تو این برنامه. برنامه رو ادامه میدیم در جای دیگری از شهر. در بخش بایگانی موزه تفلیس هستیم، اتاقای خیلی خاص و خصوصیه و در اینجا جعبه‌های بسیار با ارزشی هست زیر این سازهای ما. اینو هم رب داره یه جوره. ما خواهیم این جعبه رو با هم ببینیم که آغازگر قسمت بعدی داستان ما در تفلیسه. این جعبه
نقشی روش هست، نقش شیخ صنعان و عشقش به دختر رومی یا دختر ترسا. شیخ صنعان یک مؤمنی بود، آدم مذهبی بود که پیشوایان هم داشت، یک مسلمان دو آتشه بود. میگن از یمنه، بعضی میگن از عربستان، بعضی میگن از سوریه. اون در داستانی که عطار نیشاپوری هم به شعر در آورده میاد به روم که گرجستان جزوی از روم بوده و عاشق یک دختر مسیحی میشه، جوری که دینش رو ترک میکنه، خوب چرونی میکنه، شراب میخوره، شاگردانشون رو ترک میکنه و دوباره برمیگردن و اون براخره عقل به سرش برمیگرد و خلاصه دوباره مسلمون میشه در داستانی که ماها شنیدیم. ولی در این شهر داستان کاملا یه چیز دیگه است. میگن این داستان در این شهر اتفاق افتاد، در تفلیس، و شیخ صنعان هنوز در این شهر هستش، جای بالا این کوه. ما روی کوه متا تمیندا هستیم در تفلیس. کوه خیلی بزرگیه که طبعا اون برج و بارو و پارک معروف فونیکولار هم اونجا هست که با یک قطاری تسمه‌ای میان بالا میرسن به بالای کوه. ولی مابین راه این کلیسا هستش که یک توقف هم داره این قطار تسمه‌ای. و اینجا جایی که میگن شیخ صنعان که عاشق دختر مسیحی شده، به خاطرش تمام دین و ایمانش از دست داد، دفن شده. اینجا زیارتگاه عاشقانه، جایی که عشقهای جنجالی درش ثبت شده و حتی دفن شده و مردم زیارتش میکنن روزها. شنیدم که خیلی بزرگان اینجا دفن شدن، شاعرها، هنرمندها و شخصیت‌های بزرگ حتی سیاسی این کشور و کشورهای دیگه. این قبری هم که این پایین هست خیلی مهمه، قبر یکی از سفرهای روسیه در ایران بوده زمان فتلی شاه به نام گریبایدوف، که در اون زمان دو نفر از زنان حرمسرای فتلی شاه پناهنده میشن به سفارتخانه روسیه. یکی از اون زنها ارمنی و یکی گرجی بوده. خب بدون شاید حتما دلیل داشتن که فرار کنه از اون حرمسرا و میرن به اونجا پناهنده میشن و بعد شاه میفهمه و میریزن سفارتخانه و گریبایدوف رو میکشن و تمام خدمه سفارتخانه رو میکشن. متاسفانه 20 نفر بودن و بعد گریبایدوف آرزوش بوده که در تفلیس دفن بشه در کنار همسر گرجیش، واسه همین میارن و اینجا دفنشون میکنن. یادگاری داستان عجیب و غریبه. این واقعا داستان عشقی همش اینجا. خوشبختانه یک سال بعد عباس میرزا یک هیئتی رو به سرپرستی خسرو میرزا میفرسته به روسیه
که عذرخواهی کنه از اتفاقی که افتاده و اتفاقا خسرو میرزا هم یک سفرنامه در این رابطه می‌نویسه در تفلیس. بعد از اونم قبرهای دیگه‌ای رو اینجا می‌سازن که همه اینا جدیده، اینا بازم آدمای اهل موسیقی و نویسنده ها و ولی ما شیخ صنعانی رو نمی‌بینیم. کجا ممکنه باشه شیخ صنعان؟ شیخ صنعان البته کنار این کلیسا میگن آب مقدسی هم هست که از دل کوه میاد که این شفا میده. آه اینجا باید باشه، نسیم خنکی هم میاد. آه این آب چشمه است. البته تفلیس پر از چشمه های آب درست خیلی قسمت های از ایران و همه میان از این میخونم ما با عزت میگه استفاده کنم. این آبش حاجت میده. ما هم جون خودمون خیلی خرافاتی آب چشمه. من واقعا تشنم بود، مثل همه آبهای معدنی که از دل کوه میاد جانبخش و بیمزه. سپاس از دیوید مقدس، داوود مقدس که این آب چشمه معروف به ایشونه. این چشمه مال این کلیسا و کوهه، کلیسای سنت دیوید یا داوود قدیس. داوود قدیس یک مبلغ مسیحی بوده که بین مردم خود شهر روایته که از جای دیگری آمده. مردم اعتقاد دارن که یا از اردن و سوریه آمده یا از یمن، درست مثل شیخ صنعان، عارف افسانه‌ای که لقب صنعانش منصوبش میکنه به صنعا، پایتخت یمن. نیاز بده داستان شیخ صنعان و این داوود قدیس خیلی با هم آمیخته شده و شیخ صنعان میدونی که ایرانی نبوده، از کشورهای دیگه اومده. بعضی میگن مال حجازه، بعضی میگن مال یمن بوده. اینکه کجاست؟ یعنی آیا این کلیسا رو روی قبر ساختن یا این کلیسا رو روی قبر داوود قدیس و شیخ صنعان کنار اون دفن کردن؟ یه جای اینجاها بعد دفن شده باشه. اینم ساختمان ناقوس کلیسا هستش که اینجا اینو میکشن. No, don't touch me. That's nothing. این هم داستان های انجیله که نقش رو در در دیوار. من اینجا دیدم که میان بوسه میزنن به این قسمت دیوار. من این علامت صلیب داوود قدیسه و همیشه مرگ رو فراموش نکنیم. ما یه بوسه میزنیم اونجوری به درگاه پرستشگاه. حالا خانم این رو ببینیم که محقق و متخصص این قسمت از شهر تفلیس هستش و همینطور در مورد سفرنامه های ایرانی ها در اینجا تحقیق کرده و نوشته و ترجمه کرده و زبان فارسی هم خیلی خوب برده. اصلا خودشون گرجی هستن. قرار بیاد ببینیم. قرار ملاقات ما. درود، حال شما خوب هستی؟ خانم مارینا از تاریخ دانان اینجا هستم، متخصص زبان فارسی و از محققانی که در مورد سفرنامه های مختلف و آثار تاریخی این شهر در رابطه با ایرانیان و مسلمانان کتاب نوشته. کتابت این تو هستش؟ کتاب صدمنی هست. بسیار این کتاب سفرنامه هاست به زبانه گرجستان، به چشم ایرانی ها. گرجستان که این در 300 سال گذشته بوده ولی کتاب دیگه هم اینجا داریم. در رابطه با جایی که هستیم ایشون این کتاب نشون خانم مارینا الکسیتزه، این هم کتابشونه در مورد ایرانی ها. خانم مارینا، شیخ صنعان رو من اینجا ندیدم قبرش رو. کلیسا هست، قبر دیگران هست. مسلمانان اهالی تفلیس در قرن 19 هم فکر میکردن که در این نزدیکی قبر شیخ صنعان بوده. آنها یقین داشتند که این قبر در این نزدیکی بود و آنها این کلیسه را قبرستان شیخ صنعان می نمیدند. در تفلیس قرن 19 هم یه روایت
داستان شیخ زنان بوده که شیخ زنان عاشق دختر گرجی شده، به گرجستان آمده ولی بر مخالف از اسلام ترک شده، ترک کرد و مسیحی را پذیرفت. مسیحیت پذیرفت، ولی بر مخالف داستان‌های شرقی شیخ زنان در روایت گرجی، شیخ زنان اینجا مونده، مسیحی مرده و با سن دوید یکی شده. خیلی عجیبه برای من. چطور با سن دوید؟ سن دوید از آن سبب که از شرق اینجا آمده بود. سن دوید هم همون داوود قدیسه. داوود قدیسه، بله، داوود قدیسه که از سوریه آمده اینجا، در قرن ششم از سوریه اونجا آمده. نه این کلیسه، کلیسه اول که سن دوید تأسیس شده قرن ششم بوده. ششم میلادی. خیلی هم داستاناشون شبیه، میگن داوود قدیس میاد تا منطقه کاختیه. کاختیه، اونجا چند کلیسه را تأسیس شده. و بعد میاد اینجا و میمیره. میمیره، اینجا میمیره. و شبیه داستانهای داوود قدیس و چند داستان دیوید قدیس هم زنی پیدا است، یعنی زنی در داستانش، زنی در داستان شیخ زن هم هست و عکس داوود این تو هستش. این تو هستش، داوود قدیس رو اینجا ببینید. و با اجازتون من یه شمیم بیاد این دو نفر روشن کنم. اتفاقا این خانم دیدم که قبه ها رو هم تمیز میکرد. تمیز میکرد با شمه ها رو چقدر میکرد؟ مادو. خیلی ممنون. عجب کلیسای قشنگی برای ساختن. کجا هست عکس یا نقاشی خود داوود قدیس؟ داوود عکس قدیمی شد. نقاشی خیلی قدیمی تره. یه رسمی بود در قرن 19 در تفلیس 200 سال پیش که زنهایی که باردار نمی شدند، چه مسلمانان که چه مسیحی ها می آمدند اینجا، سالی یه بار روز پنجشنبه می آمدند پیاده بدون کفش ها که حاجت بگیرن برای باردار شدن. ولی زنهای مسیحی از سن دوید نیازش میکردند و زنهای مسلمانان از شیخ زنان و با هم میامدند، با هم نیازش میکردند در یک جا. و جالبه که برای مسلمان ها و مسیحی ها اینجا یک جای مشترک مقدس بوده. بله، زیارتگاه هست. و به احتمالی هم شیخ صنعان که از یمن بوده، یک مسلمان قرن اول هجری. قرن اول هجری بودیم، چون عرب ها اینجا اومده بودن. عرب ها اینجا اومده بودن و شاید داوود قدیس که از سوریه اومده بوده به اینجا. هر دو میگن سرنوشت های یکسان داشتن، عاشق میشن و برای عشقشون میمیرن یا دل میبازن. و ما به این نیت یاد عشقهایی که در این سرزمین بوده و در اینجا که میشه گفت پرستشگاه عشقه، این شم رو روشن بکنیم و در همه عشق موفق باشه. از اونچه که اینجا دیدیم و شنیدیم و مقایسش با معادل فارسیش، شاید بتونیم نتیجه سومی رو بگیریم و اون اینه که مبلغ مسیحی سوریانی الاصلی به شهر میرسه، اینجا دلباخته دختری گرجی میشه و اون زمان هنوز شاید کل گرجستان مسیحی نبوده و عده از مردمش هنوز مثل ایرانی‌ها مزداپرست یا زرتشتی یا حتی پیرو آیین‌های قدیمی بودن. این قدیس به خاطر عشق دختر از دین و ایمان موقتاً میفته و نهایتاً میمیره و در اینجا دفن میشه. آوازه این عشق شاید نافرجام به مردم سرزمین‌های دور هم میرسه و حتی رنگی محلی میگیره. 100 سال بعد شاید عطار نیشاپوری از داستان عشق داوود قدیس الهام میگیره و شیخ صنعان رو خلق میکنه و سالها بعد با رفتن ایرانی ها به تفلیس یکی بودن این داستان ها جشن گرفته میشه. سلام.
سفر کردم که از یادت برم اما سفر کردم که از یادت برم اما تمام لحظه های سفر همراه من بودی به دل گفتم به دل گفتم دیگر هرگز دیگر هرگز نخواهم دید او را زین سپس اما به هر جایی گذر کردم به دور از باورم در یاد من بودی بود بارانی اما در آسمان زندگی شبهای تنهایی مرا چون ماه من بود